تظاهرات اعتراضی امروز ما در مرکز شهر کلن در آلمان در اعتراض به حکم اعدام سینا دهقان، مرجان داوری، محمد نوری و در اعتراض به حکم زندان سحر الیاسی است. محمد نوری، سینا دهقان و سحر الیاسی در یک پرونده به اصطلاح دستگیر شدند و پروندهشون با همه. سینا دهقان و محمد نوری در اینستاگرام و در تلگرام محمد پیغمبر مسلمانان و اسلام رو به اصطلاح مورد نقد قرار دادند و به این دلیل دستگیر و به اعدام محکوم شدند. همان زمان یعنی 2 سال قبل که این حکم اعدام داده شد، کمیته بین المللی علیه اعدام و بنیاد ریچارد داوکینز به این حکم ما اعتراض کردیم و در سطح بین المللی اعلام کمپینی کردیم برای نجات سینا دهقان و محمد نوری. دادگاه عالی جمهوری اسلامی 2 هفته قبل حکم اعدام سینا دهقان را رسمیت داده و تایید کرده. به همین دلیل هر لحظه ممکنه سینا را فقط به خاطر اینکه اسلام و محمد را نقد کرده اعدام کنند. در ایران و در دنیا موجی از اعتراض به این حکم اعدام راه افتاده. من از طریق همین تریبون در مرکز شهر کلن در آلمان دست تمام فعالین در ایران، منتقدین مذهب و اسلام در کشورهای اسلام زده را می پشارم و اعلام می کنم که این حق شماست که اسلام و همه مذاهب را نقد کنید. این حق هر انسانیه که بتونه بیان کنه، ابراز عقیده کنه، نقد کنه و به خصوص جوانایی که در کشورهای اسلام زده با قوانین شریعه زندگی میکنند، به خصوص جوانایی که در ایران به خاطر حکومت اسلامی از همه حقوق خودشون محرومند، به خصوص جوانایی که حق نفس کشیدن، حق آزادی، حق عشق ورزیدن، حق زندگی کردن رو ندارند، حقشونه اسلام رو نقد کنند. موجی از نقد به اسلام، نقد به مذهب و دفاع از سکولاریسم در ایران و کشورهای اسلام زده وجود داره. جمهوری اسلامی آگاهانه با اعدام چند جوان میخواد موج اعتراضی در تلگرام، در فیسبوک، در اینستاگرام و رسانه های اجتماعی رو بگیره. به همین دلیل اعتراض به این اعدام ها بسیار مهمه. به همین دلیل دنیا باید بلند شه. به همین دلیل همه باید بلند شن و جلوی اجرای این حکم اعدام را بگیرند. حکومت اسلامی زلزله‌ای رو زیر پای خودش احساس میکنه که از طریق مدیای اجتماعی، از طریق جوانان آزادیخواه، از طریق جوانان انسان دوست در ایران در حرکته. درود میفرستیم به جوانا در ایران، به دخترای و پسران جوانی که قوانین رو قبول ندارن، شریعه رو قبول ندارن، اسلام رو قبول ندارن، از زندگی همه اون رو میخوان. و اگر جمهوری اسلامی آگاهانه و با تصمیم از قبلی چند نفر رو میگیره و سینا دهقان، محمد نوری و مرجان داوری رو، یک زن و 2 مرد رو میخواد اعدام کنه برای زهر چشم گرفتن از زنان و مردان آزادی خواه در ایران، دنیا باید بلند شه. همه باید بلند شیم و اعتراض کنیم. اونا میخوان بکشن تا صدای اعتراض رو خفه کنن. اونا میخوان بکشن تا در مقابل زلزله‌ای که مدیای اجتماعی ایجاد کرده بایستند. و ما از حق حیات، از آزادی بیان، از آزادی نقد مذهب و از جنبش نقد مذهب دفاع میکنیم برای اینکه میخواییم پایه‌های جمهوری اسلامی به لرزه در بیاد. این جنبش مهمه، نه فقط در ایران، در کشورهای اسلام زده، نه فقط در کشورهای اسلام زده، در همه دنیا. اسلامی ها و جنبش اسلامی در همین شهر کل فضا ایجاد کردن، همینجا حمله کردن به زنا، همینجا سعی میکنن ترور کنن، همینجا سعی میکنن وحشت ایجاد کنن و ما جنبشی هستیم در مقابل اونا که نمیترسیم، که این هیولا را میشناسیم، که میتونیم در مقابلشون بلند شیم و اعتراض کنیم. زنده باد جنبش اعتراض به اسلام، زنده باد جنبش نقد مذهب و اسلام، زنده باد جنبش دفاع از حقوق انسانی، نه به اعدام، زنده باد جنبش دفاع از آزادی بیان و عقیده. Sanada Khan was 19 years old when he arrested in Iran just because of criticizing Prophet Muhammad. The Islamic Republic of Iran
forced Sanada Khan to come on sentence today. I am Rana Ahmad from Saudi Arabia, support Sanada Khan and support all the people in the jail in Iran. I ask to help us to make a change for these people and make freedom for all atheist people in the world and make freedom for free speech in Middle East. Help us to change our world. Freedom for Sanada Khan, freedom for Maryam, freedom for Muhammad. Liebe Kölnerinnen und Kölner, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, diese Veranstaltung geht nach dem jüngsten Gerichtsurteil im Iran. Drei junge Leute haben Islam kritisiert und dieser Kritik wurde aus Medien ausgeübt. Die Leute wurden verhaftet und jetzt sind im Gefängnis. Allein weil den Prophet Mohammed kritisiert haben. Allein weil die Frage gestellt haben, ob Islam ist es eine Religion oder ist es eine terroristische Gruppierung, terroristische Religion, die Menschen davon müssen Angst haben. Diese drei Leute haben Islam kritisiert und bestimmt alle wissen, die Islamisten hier sogar vor 2 Jahren oder weniger im Kölner Hauptbahnhof hatten Attentat gegen die Frauen ausgeübt, haben hier im Herz des Kölnes die Frauen vergewaltigt und misshandelt. Im Iran regiert eine islamische Regierung und diese islamische Regierung versucht, die Widerstanden im Iran unter Druck zu setzen. Ist egal wie wird Islam kritisiert, deswegen werden verhaftet. Und Sina Dehkan, Marjan und Mohammed Nurizad sind unter diesen Leuten, die Islam kritisiert haben und jetzt sind im Haft. Und die höchste Gericht im Iran hatte Todesstrafe für diese 3 Leute gekündigt. Wir protestieren gegen die Hinrichtungen und gegen diese Entscheidung von Höchstgericht im Iran. Wir haben auch oft hier in Europa gezeigt, die Menschen im Iran kämpfen für ihre Freiheit. Und Menschen sollen Kritik ausüben. Ist egal, ob Religion, ob Politiker, ob Regierung. Diese Freiheit, Menschen im Iran haben es nicht. Deswegen sind wir heute auf die Straße wieder und werden wir auch laut schreien und sagen, denn Todesstrafe ist es unmenschliche Strafe, die je ein Mensch bekommen kann. Laut Amnesty International wurden im letzten Jahr mehr als 400 Menschen in Öffentlichkeit und im Gefängnis hingerichtet. Wir protestieren gegen die Hinrichtung. Wir protestieren auch gegen die Inhaftierung von Menschen, die für ihre Freiheit kämpfen. Im Iran unter einer faschistischen, islamischen, terroristischen Staat. Freiheit ist es ein unbedeutendes Wort. Wir werden heute auch im Stadt Köln die Menschen aufrufen, unsere Bewegung gegen Hinrichtung unterstützen. Eben gerade einer von dem
kritisieren. Wir kritisieren jede wirtschaftliche, jede politische Beziehung zwischen den deutschen Politikern und iranischer Regierung. Allein jetzt auch sind Hunderte von Menschenrechtlern, von Frauenrechtlern, von Kinderrechtlern, von Arbeiteraktivisten im Gefängnis. Und dessen Leben ist in Gefahr. Das Leben von Sina, das Leben von Marjan, das Leben von Mohammed ist es in Gefahr. Und ohne eure Unterstützung, wir werden alleine nicht schaffen. Lassen Sie uns mit der islamischen Regierung im Iran nicht alleine. Schließt euch mit unserer Bewegung. Diese Bewegung ist Bewegung gegen die Hinrichtung, diese unmenschliche Urteil, die im Iran ausgeübt wird. Wir sagen laut Nein zur Hinrichtung, Nein zur Verhaftung aller politischen Gefangenen, die im Iran sind, und schreien wir auch laut Freilassung für alle politischen Gefangenen im Iran. Ich bedanke mich.